مسئولان انجمن موتورفروشان هرات میگویند در نشستی که در این اواخر با مقامات محلی داشتند از آنان خواستار عدم توقف موتورهای فرمان راسته و توزیع جواز موقت برای این نوع وسایط شدند. شماری از اعضای انجمن موتورفروشان میگویند که مسئولان محلی نه تنها به خواستهایشان رسیدگی نکرده بلکه موضوع را برعکس در رسانه ها جلوه دادند. جناب ولی صاحب ما گرفتیم اونجا ما خواستار عدالت شدیم. بدبختانه که ولی صاحب از ما حمایت نکردم بر علیه ما مخالفت همین کار کردم که باید موتور جمع شه. ما دیگه چیزی گفتیم ولی صاحب به فیسبوک خو برعکس انعکاس دادم خبر. و ما ای که برفتیم پیش جناب ولی صاحب بزرگوار ما برفتیم اینا با ما تعهد داده و وعده داده که موتورها شما ما پلیت موقت میگیریم. مار توهینم بکردم، مار دوز بگفتم، اختطافچی بگفتم، مار طالب اختطاف کردم. جناب ولی صاحب به ما قول دادن که دیگه تا 15 روز شما هی موتورها رو توقف دیم، بعد 15 روز ما برای شما اسناد موقت، پلیت موقت برای شما توزیع میکنیم. متاسفانه از پیش ولی سه که ما بیرو شدیم اونا با فیسبوک های خود نوشته کردن که این مردم بعد موتور خود توقف ده و انجمن موتور فروش و پشتبنی از کارهایی که ما کردیم اعلان کردم. اعضای انجمن موتورفروشان هرات طرح توقف موتورهای فرمان راسته در شهر هرات را ناعادلانه می‌خوانند. به گفته آنان با توقف موتورهای فرمان راسته سرمایه انگفتی از مردم ضایع می‌شود. امروز 90% سرمایه مردم با بالای از این موتورها به بنده. شما ببینید که هر موتور فروشی عملاً 4 لک 5 لک دلار سرمایه از اینا با بالای از اینا چیکار کنه؟ دفعتن خود نمیشه که ولی صاحب تصمیم بگیره که با داخل شهر گشت و گذار نکنه. در کنار این شماری از موتور فروشان میگویند که به بهانه تطبیق طرح تردد موتورهای ویشی در شهر هرات در دروازه های این شهر فساد صورت میگیرد. بیا با پل پشت استاد چو نگاه کن که موتورها دست پاکستان از ولس ولی می آید. زن مردم و بچه مردم رو پایین میکنن، دخترها مردم رو پایین میکنن، 2000 میستونن پس اونا رو آزاد میسازن. بیا تو ایر بگیر آیا یک مشت موتور فروش یک تعداد موتور فروش تو به نام خائن و جنایتکار و دزد و اوباش معرفی کردی. اعضای انجمن موتور فروشان هرات هشدار میدند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود تظاهرات گسترده ای را در این ولایت رو اندازی خواهند کرد. اگه به خواسته ما رسیدگی نشه جناب ولی صاحب، قماندان صاحب امنیه، رئیس صاحب شورا ولایتی، ما تمام شهرها رو بند میکنیم، یک تظاهرات عمومی به این شهر برام اندازیم. ما حقمونه، ما سرمایه خوریم رو بند کردیم، ما تمام سرمایه ما، تمام زندگی ما بالای همین موتورهای من می تقاضا میکنم اولی صاحب که این نصف نونه که رئیس جمهور به ما گفت همین از اون بغل ما نگیره، بگذاره که همین یک نان مون دون شه. ما ترس بین نداریم، ما از خود دفاع میگیم تمام همین سرک ولا همین سرک ایراد پل پشور ما بند میکنه. امروز باید همین چک پوینت که اوبر پل پشور در بعدی از اثر رو برداره. اگه ور ندار تا صبح ما خود ما همه تجمع میکنیم، تمام مردم شهر ایراد میخوایم. نه تنها متر بیچاره برادر که یک موتور داره است، یک لگ افغانی 50000 باید خودم با پا به پا مراد بسته که ما نداره مردم ایراد ندارن که 10 لک ریپیر یا 5 لک ریپیر موتور مدل بالا بخره. دولت چه د ملت پر سر باندې لاس ورتیار نه کی مثال دولت ملت د دولت سر دریږي نه دریږي اس کله نه دریږي. دا خو اس اندغه خبر نه مثال بچ والی صاحب ک کماندان ک والی ک د شورا ولایتي مثال شهر یوه مثال بچ دغه خبر به تزویق مثال خلق مظاهره کی د سلور سو د سولس ولایت ولسوالی سره وس خلق راټول سی بي ک نه مظاهره کی مثال بغیر زاید شهرونه بندي مثال خبر سړکان بندي. در همین حال مسئولان اداره محلی هرات وضع محدودیت بر تردد موتورهای فرمان راسته را در تامین امنیت و انسجام شهر مؤثر می‌خوانند. آنان می‌گویند که طرح تردد موتورهای فرمان راسته در این ولایت حمایت مردمی دارد. والی هرات وضعیت به گونه همه جانبه با اخشار مختلف تشریح کردند و تاکید کردند که مقام ولایت هرات در راستای تطبیق این طرح جدی هستند و تلاش جدی ما هم این خواهد بود تا با همکاری اخشار مختلف مردم این برنامه را اجرایی بسازیم. خوشبختانه اخشار مختلف مردم در تماس هایی که با ما داشتند استقبال کردند، حمایت کردند. دیروز گزارش از شفاخانه به نشر رسید که حوادث ترافیکی به گونه قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. شما قبل از او کارت به سخان شهروندان رسید و بی‌نظمی‌هایی که در داخل شهر هرات بود. پیامدهای مثبت این بر وضعیت امنیتی شما بعدا خواهید دید.
گفتنی است که طرح توقف موترهای فرمان راسته در پی فیصله شورای نظامی هرات از چندی به این طرف در سطح شهر عملی شده است.